بله الو رضا، منم احمدی. ساعت چنده؟ 2:30 شبه. کاری داشتی؟ آره، حالت چطوره؟ خجالت نمیکشی دیونه؟ میخواستم ببینم زنده ای یا نه. صبح بخیر آقا احمدی، حال شما خوب هستی؟ چرا اینجا وایسادین؟ همینجوری؟ حالتون خوبه؟ آره من حالم خوبه، نگران حال رضام. مگه چیزی شده؟ نه هنوز چیزیش نشده، ولی قراره در آینده چیزیش بشه. حالا موندم چجوری این قضیه رو به خانوادش بگم. نه ببین پسرم، مرگ حقه، همه ما بالاخره میمیریم، اما چقدر خوبه آدم قبل از مردن یه سر و سامونی به خانوادش بده تا اون بیچاره ها بلا تکلیف نمونن. ولی چرا حالا نمیشد فقط اینقدر دیرتر؟ دیر و زودش دست خداست. اون چی که مسلمه، آقا رضا خیلی زود قرار است پیش ما بره. آقا رضا خدا بیامرز کی قراره که؟ تو به کیش چی کار داری؟ والا آخه من یه عرض کوچولو داشتم. تو هنون نتونستی این عرض کوچولو تو بهش بگی؟ نتونستم. شما تونستی بگی؟ نه من هم هنوز اندر خم یک کوچم، اما به نظرم تو باید خودت حرفتو به طرف بگی. سلام از ماست، خوبین؟ خیلی ممنون، خوبم. شما خوبین؟ خیلی ممنون، منم خوبم. شما خوبین؟ ببخشید براتون نون گرفتم. خیلی ممنون. کی گرفتن؟ والا خودم گرفتم. دست شما درد نکنه. ببخشید تام بود. آقا رضا هستم؟ بله آقا جون هستم. منتها دیشب آقای احمدی زنگ زدن، بعد آقا جون از خواب پریدن، الان سرشون درد میکنه. شما باشون کاری دارین؟ من والا آقا جون، آقا امیدن برامون نون گرفتن. بهش بگو اگر خبر عدیم احمدی داشت من خبر کنه. ببه میخوام جمال از اونی بعد. سلام آقای احمدی. سلام. احمدی رو ببینم میکشدش. داریم با رضا قایم شک بازی میکنیم؟ با این سن و سال مثلا فکر نمیکردم اهل بازی گوشی باشی. بفرمی بفرمی. احمدی جون کی داره صحبت میکنه؟ حتما دارن به خودشون حرف میزنن. سلام احمدی جون. سلام. بعد از شما دارم. سلام. سلام. شما کی رسیدین؟ تازه اومدم. کجاست این احمدی؟ کجاست؟ سلام رضا جون، قربونت برم. تو خوبی؟ طوری تشد چاکه خرد درم باش زمان قربونت برم. ببخشید من ببینید، اگه من نصف شب زنگ میزنم صبح زود پا میشم میام اینجا،
دیوونه که نیستم، نگرانم، نگران رضام، همین. میشه یه خواهشی ازت بکنم؟ شما 100 تا خواهش بکنید. اون مربع رو بده من. بفرما. من دوست ندارم و نمیخوام تو نگران حال من باشی. آقا جون، آقای احمدی حتما یه دلیلی داشتن که اون موقع به شما زنگ زدن دیگه. آفرین امو جون، درست فهمیدی. خب پس اقلا بگین چی شده؟ باید با خود آقا رضا صحبت کنم، خصوصی. دست شما درد نکنه، حالا ما دیگه نامحرم شدیم؟ نه نه، اصلا همچین منظوری نداشتم. پس بفهمن که ما نامحرمیم. چرا ناراحت شدی بابا؟ از کسی که ساعت 2 بعد از نصف شب تلفن میکنه و احوال پرسی میکنه نباید ناراحت شد. بعد از اون من هیچ مشکلی با خانوادم ندارم، هر حرفی داری جلو اینا بگو. باشه باش، خودت خواستی ها. من دیشب خواب رضا رو دیدم. اه خیره انشالله، چی کار میکرد؟ هیچی، داد و قال و ناله و فقان. با بزرگش دستشو گرفته بود داشت میکشید با خودش میبرد. بابا بزرگم منو داشت میکشند و میبرد. کجا؟ ببخشید آقای احمدی، شما اصلا پدر بزرگ رضا رو از کجا میشناسی؟ قبلا عکسشو دیدم، خود رضا نشونم داده. خب پس اجازه بدین من برم آلبومو بیارم. یعنی چه تعبیری داره؟ حتما میخواد منو ببره پیش خودش. چند روز دیگه هم سالگردشه. نه من خودتو ناراحت نکن، من فکر میکنم که آقای احمدی دیشب خیلی زیاد غذا خوردن، سنگین خوابیدن، خواب دیدن، مگه نه؟ هرچی شما بگین، اما تا اونجایی که به خاطر دارم دیشب هیچی نخوردم، سبک سبک خوابیدم. بفهمین، اینم آلبوم. اینه، درسته؟ خودش. اینجا چیزی پیدا نمیشه ما بخوریم؟ داریم میمیریم از گشنگی. اوه 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 اوه، این که داره میسوزه. حالا چی میشه؟ ها؟ هیچی. هیچی؟ خواهرت راست میگه، این همه آدم خواب میبینن، این هم یکیش. تازه اگه بخواد همه خواب و تعبیر بشه که دنیا کن فیکون میشه. خدا کنه این که شما میگین درست. خواب احمدی علکی نیست. آقا بزرگ آدمی نبود که همینطوری یه کاری رو بکنه. اگر تو خواب منو با خودش برده حتما تو بیداری هم این کارو میکنه. برم کارامو راستی ریز کنم، نمیخوام بعد از مرگم دین ادا نشده داشته باشم. کلیه اعضای فامیل
بستگان و آشنایان میرساند که سایه پدری بزرگوار از سر ما کم شد و غم و اندوه سر تا پای ما را فرا گرفت. لذا از طرف شخص متوفا مرحوم رضا درخشان و خانواده گرامیشان، مجلسی که بعداً تاریخ و ساعت دقیق آن اعلام خواهد شد برگزار می‌گردد تا یاد و خاطره آن عزیز از دست رفته گرامی داشته شود. در ضمن سرویس عیاب و ذهاب در خدمت داغ دیدگان به رایگان خواهد بود. منتظر اعلامیه‌های بعدی ما باشید. با تشکر خانواده درخشان، آقایان احمدی و امید سراشپز، که من البته امینی هم گذاشتم داخل پرانتز برای مادر پدرم از شهرستان. خوب بود. اینجا چه خبره؟ ببین رضا جون، تو ببین، حوصله ندارم، دلم هم نمیخواد از اینجا بیرونت کنم. اگر منو دوست داری کمکم کن به حساب کتابم برسم. تو میدونی من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم من یه خورده پسنداز دارم. روز اول خدا بیامرز شدنت نهارشو من میدم. خیلی ممنون. راستش دیدم حالا که داره دستت از دنیا کوتاه میشه کمکت بکنم. البته تو خودت باید بجنبی زیر پروبال اطرافیانتو بگیری. نمیخواد نگران باشی، من به اندازه کافی برای اطرافیانم گذاشتم. تو نمیخواد نگران من باشی. من اصلا نگران اونا نیستم. پس نگران چی هستی؟ واسه بابا این که گفتن نداره، اونم تو این شرایط. واسه خودم نگرانم. خیلی خوب بابا، باشه رحیم، نمیخواد نهار بدی. بابا منظور من این نیست که. پس نگران چی هستی؟ میگم حالا که تو فکر همه چیو کردی و برای همه ارث و میراث گذاشتی، یه خوردم فکر احوالات ما باش. سلام آقا رضا، ببخشید من یه عرض کوچولویی داشتم. برید بیرون، میخوام تنها باشم. برید بیرون. سلام رضا. منیر سلام. میدونی من نمیخواد چیزی بگی، خودم همه چیزو میدونم. تنها توصیه‌ای که میتونم بهت بکنم اینه که با پدرت تماس بگیری. آقام تمام کرد؟ هنوز نه. چطوری بیا تو؟ فروغ، تو چیزی از محمود فرشچی یادت میاد؟ محمود فرشچی؟ نه. راستش یواش یواش دارم میفهمم جریان محمود فرشچی با بابا بزرگ در ارتباط بوده. با بابا تماس گرفتی؟ الان بهش زنگ زدم.
بابا میگفتش که آقا بزرگ با محمود فرشی رفیق جونجونی با هم بودن، یعنی هم رفیق بودن هم شریک. تا وقتی هم که با هم رفیق بودن هیچ مشکلی با هم نداشتن. از زمانی که توی ملک و حجره با هم شریک میشن اختلاف با هم پیدا میکنن، با هم نمیساختن. این اختلافشون انقدر ادامه پیدا میکنه که از هم جدا میشن و همدیگر هم دیگه نمیبخشن. آخره عمرش آقا بزرگ بابا رو صدا میکنه و به بابا میگه، میگه که جریان اختلافشون توی حجره حق با محمود فرشی بوده، از این بابت هم خیلی ناراحت بوده. حالا یه نشونه های از این نوه فرشی از بابا گرفتم. با نشونی نوه فرشی رو واسه چی میخوای؟ باید ببینمش. تو ناراحت نیستی؟ من هر جوری هست باید دین آقا بزرگ رو ادا کنم. احمدی یه خوابی دیده، تو چرا جدی گرفتی؟ تو که بیشتر از من جدی گرفتی. خلاصه به آقا شفیع هم بگو بیا جوری مراسم آبرومندانه برگزار کارتر بده چاپ کنه. حالا نه سب کن جونم. آقا جون بیا بابا به این آدرس امیر فرشی رو پیدا بکن. فرشی کی هست؟ چه کار داری بابا؟ پیداش بکن، بگو بابام سلام رسون، گفت میخوام ببینمت. آقا جون اگر قبول نکرد نیومد چی؟ ببین بهش بگو که ما یه دینی به پدر بزرگش داشتیم، حالا میخوام اداش کنیم، مطمئنن میاد. برو. چشم. امید آقا رضا سرش خلوت شده، اگه میخوای برو باش حرف بزن. پای چیزه آقای احمدی، حالا صدام در نمیاد، آماده یه صحبت کردن ندارم، ببخشید. نشه پس من میرم با لنبال سره کلا سرش نذارم. سلام آقا جون. سلام بابا. موفق شدی؟ بله پیداش کردیم، طرف همکارمونه. چه خوب. خب باش حرف زدی؟ آره. این امیر فرشی نوه محمود آقا یه رستوران بزرگ تو جنوب تهران اداره میکنه. خب در زن طلب بابا بزرگ محمود از بابا بزرگ تو با محاسبه نرخ تورم میشه 60 تومن وجه رایج مملکت. 60 تومن. آقای احمدی ببخشید جسارته، من اندک پسندازی دارم که نگه داشتم برای روز مبادا که قسمت نمیشه. من دو دستی تقدیم میکنم. چقدره؟ 62,350 تومن که حتما بهره هم روش اومده. مرد حسابی 60 میلیون تومن. جدن؟ 60 میلیون تومن؟ بله 60 میلیون تومن. البته من فکر میکنم اما احمدی بتونه طرف رو راضی کنه که ما این پول رو قسطی پرداخت کنیم. چه خوب شد سایل این بحث رو پیش کشید، چون من خودم قصد داشتم همین کار بکنم. ببینید برای ما کارمند مسلک‌ها خرید کلان ممکن نیست، بیچاره میشیم. بهترین حالتش برای ما قسط‌بندیه. از شما چه پنهون، اگه قسط‌بندی نبود من خود من خونه نداشتم. باور کن اگه قسط‌بندی نبود من تا آخر عمر خونه دار نمی شدم. در هر حال اگر صلاح می دونید من برم با طرف صحبت کنم و قال قضیه رو بکن. من مخالفم. چرا همه جون؟
چون اصلا این مسئله وضعیتش روشن نیست. خیلی هم روشنه. آقا بزرگ یه دینی داشته که نتونسته دینش ادا کنه، به من رجوع کرده تا دینش ادا کنم تا اینقدر روحش آزار نبینه. ولی آقا جون من فکر میکنم که ما با این کار خودمونو فقط نابود میکنیم. بابا به هر حال من هر طوری شده باید نوه محمود خانو پیدا کنم و دینم ادا کنم. حق با آقا رضاست. بنده به عنوان دوست چندین و چند سالی آقا رضا آمادگی خودم رو برای هر نوع فداکاری اعلام میکنم و به عنوان اولین اقدام نوه آقا محمود رو به اینجا دعوت میکنم تا باهاش مذاکره کنیم و قضیه رو حل کنیم. نظر شما چیه آقا رضا؟ نمیدونم، هر جوری که خودتون صلاح میدونید. بله این اتفاق به کلی خانواده ما رو از هم پاشوند. پدر و مادرم هم سر همین قضیه از غصه دق کردن و عمرشون رو دادن به شما. خدا بیامرزه پدر بزرگتون. اما این با این کارش باعث شد که یه نسل فنا بشه. اگه اون ملک الان بود شاید کلی از مشکلات ما حل بود. شاید هم پدر مادرم زنده بودن. شما خودتون بهتر میدونین که بی کسی چقدر سخته، اونم تو تهران توی شهر شلوغ. والا من به عنوان تنها نوه پسری مرحوم فرشی تا حقم از این ملک نگیرم ذره آروم نمیشم. من واقعا از این اتفاقی که افتاده متاسفم. اصلا فکرشو نمی کردم که این موضوع اینقدر پیچیده و مشکل آفرین بوده باشه. بی خود نیست با بزرگت اونجور مفتزهانه می کشیدت با خودشو می برد. حالا شما همه فکراتونه کردین؟ بله راستش با حساب کتابی که من کردم اختلاف حساب اون ملک با پول الان یه چیزی تقریبا حدود 60 میلیون تومنه. بله همین که ایشون میگن دقیقا همین مقدار. حال کردی حساب کتابو؟ دقیق درست. والا جور کردن یه همچی پولی توی این شرایط برای ما مشکله. خب اگه نمیتونین این پولو پرداخت کنین میتونین به جاش این رستورانو با تمام اساسیش به نام من کنین. فکر بدی هم نیست. میشه یه کمی دندون رو جیگر بذاری؟ میدونید آقای درخشان من دیگه از کار کردن اون پایین ماینا خسته شدم. خیلی دلم میخواد این ورای رستوران داشته باشم. فکر میکنم درآمدش هم خوب باشه، اینطور نیست؟ والا چه عرض کنم، شما هم باید یه لطفی کنید به من یه فرصتی بدید ببینم چه کار میتونم بکنم. باشه اما خواهش میکنم یه خود زودتر. البته من اینو بس خودم نمیگم ها، روح خدا بیامرز پدر بزرگتون تو عذابه، آرامش اون از همه چی مهمتره. آرزا روحم شدن 10 میلیون، 50 میلیون کم. میدونین مشکل چیه؟ چیه؟ من فکر میکنم که اگر بعضیا که الان اینجا هستن اینقدر نیان اینجا و برن نحسی از این خونه میره. دست شما درد نکنه همه خانم. اگه من این خوابو به شما اعلام نکرده بودم و این آقا رضا زبونم لال ناگهانی فوت کرده بود
اون وقت جواب بابا بزرگتون چی میدادید؟ اگر بابا بزرگتون همینجور این روال ادامه میداد و بعد میومد یقه شما رو میگرفت و شما رو میکشید با خودش میبرد، تکلیف چی بود اون وقت؟ ببینید، ما اینجا دور هم جمع شدیم که با کمک هم این مشکل بزرگ رو حل کنیم. اینجور حرفا و بحثا هم به نتیجه ای نمیرسه. پس چه بهتر هر کسی که بحثی، گفتگویی، طرحی داره مطرح بکنه که با امید خدا به یک نتیجه ای برسیم. سحر، بابا تو بگو چه کار کنیم. والا من فقط برام مهم اینه که رستوران رو به هر قیمتی شده نگه داریم. راست میگه آقا جون، ما باید همه هم و غممون این باشه که این رستوران رو نگه داریم. حیف که تا در اختیارمون بود قدرش رو ندونستیم. خب نظر خودت چیه رضا؟ من همه فکرم این هست که دین بابا بزرگو بپردازم. همین. چه جوری؟ با تحویل دادن رستوران؟ من واقعا خوشحالم که جای شما نیستم. باور کنید راست میگم. به خدا من نیتم خیره. بیا تو. سلام آقا رضا. ببخشید مصده اوقات شریفتون شدم. بشین امید. خیلی ممنون. کاری داشتی؟ بله. والا من کوچیکه، یه عرضه. بگو ببینم این عرض کوچیکه چیه؟ چجوری بگم من؟ آقا رضا، قبول دارین که هر جوونی بالاخره باید یه روزی سر و سامون بگیره؟ شما هم که جوون بودین، همسن و سال من بودین، بالاخره یه روزی سر و سامون گرفتین و رفتین خونه بخت دیگه. واسه همین میخوای ازدواج کنی؟ بله، اگه شما اجازه بدین. مبارکه. پس چرا زودتر نگفتی؟ والا من از همون روز اولش هم میخواستم خدمتتون عرض کنم، ولی هیچ وقت فرصت نشد. حالا کی به سلامتی؟ هر وقت شما اجازه بدین. روش واقعا دقیق نمیدونم، ولی به شما خیلی بستگی داره. منظورتو فهمیدم. اولا من خیلی خوشحالم. منم. خب اگر یک کمی هم دقت کنی، دست پاچه لفتی نباشی، رستوراندار خیلی خوبی میشی. ولی حیف. ناراحتتون کردم؟ متاسفم که تو این شرایط نمیتونم کمک مالی بهت بکنم. حال و روزمو که میبینی. نه 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 آقا رضا، من فکر میکنم که کاملا سوء تفاهم شده. ببخشید، من اصلا قصدم این نبود. من اصلا همچین غرضی نداشتم. باور کنی. والا از چیه؟ والا الو. بله. به به، سلام آقای فرشی. قربان شما، اختیار دارید، ما که از دیدن شما خوشحال میشیم. والا متاسفم، هنوز نتونستم اون پولو جور کنم. در مورد رستورانم باید فکر کنم. یه چند روزی فرصت بدید. ببخشید، میدونید من باید الو میخواین چایی بیارم براتون؟ نه.
چی شد؟ دونستی حرفتو بهش بگی یا نه؟ نه نشد که بگم. راستش من یه جوری با تو احساس همدردی میکنم، یعنی همین چیزی که تو میخوای به رضا بگی من هم میخوام بهش بگم، ولی فرقش اینه که مال تو گفتنش آسونه ولی حرف من سخته. مال منم همچین ساده نیست آی احمدی، من خیلی میترسم. خب دیگه میگم چطوره یه فکر دیگه بکنیم؟ چیکار؟ ما هر کاری که لازم بود که کردیم. تو اگه حرف منو به رضا بگی منم حرف تو رو بهش بگم نتیجه میده. امکان نداره همینجوری همه خانم زیرا به منو میزنه، سایه منو با تیر میزنه، اون وقت برم حرف دل شما رو به اون بگم؟ امکان نداره. پس بهتره یه فکر دیگه بکنیم. آقای احمدی من برای گفتن حرف دلم فقط انقدر زمان میخوام. همین دیگه وقتی نمونده. آقا رضا داره خدا بیامرز میشه. اگه قراره حرفی بهش بزنی باید زودتر این کارو بکنی. همش تقصیر شماست. اگه این خوابا اینقدر دیرتر دیده بودی همه چی حل بود. تو هم که داری حرف اونا رو میزنی. اگه خواب منم آقا رضا رو نکشه این ماجرای دین و نوه محمود اینا جونشو میگیره. من نمیدونم تا وقتی که اون خدا بیامرز محمود آقا زنده بود هیچ وقت طلب پولشو نمیکرد. از وقتی که سرشو بر بستر مرگ گذاشت و شما اون خوابو دیدی نوش پیدا شد، اومده پاپیچ ما شد. حالا دیگه شده، کاریش نمیشه کرد. اونم که حرف زور نمیزنه، حقشو میخواد. شما نمیتونین کاری بکنی؟ چرا، دارم سعیمون میکنم. باش قرار گذاشتم، قراره تو رستوران ببینمش. خب چرا نمیرین؟ میخوام یه جوری برم که به موقع سر نهار برسم اونجا. آره تو کی میخوای این چیزا رو یاد بگیری؟ مثلا سلام. شما هم داریم این رستوران؟ آره. به شما هم گفته واسه آخرین شام؟ آره، گفت شاید این آخرین باری باشه که دیگه میخوام شما ها رو ببینم، برای همینم گفت بیایم رستوران. چجوری به ما نگاه میکنی؟ آخه آقا جون شما که چیزیتون نیست، چرا انقدر این موضوع رو به خودتون تلقین میکنین؟ راست میگی دیگه آقا جون، شما با این کاراتون هم خودتون رو زجر میدین هم دل ما رو میسوزونین. ببخشید سایش بشین. ببخشید
دست درد نکنه. من خیلی سعی کردم که غذای خوشمزه و لذیذی باشه، ولی خب ببخشید دیگه. نه، تو همیشه غذاهات خوشمزه بوده، همیشه. خب همه میدونید که مرگ حقه. چه حرفی میزنی رضا؟ نه خواهر من، باید حقیقت رو پذیرفت. تنها نگرانی من اینه که مجبورم این رستوران رو انتقال بدم به نوه محمود خان. به هر حال تنها جای درآمد خانواده ما این رستوران بوده. آقا جون، ما اولش که این رستوران رو انداختیم، حقیقتش من دلم نمیخواست کار بکنم، چون فکر میکردم دوستان مسخرم میکنن. ولی الان وضعیت یه جور دیگه است. کاش که هیچ وقت این رستوران رو نمینداختیم. نه سهر خانم، این حرف رو نزنین. من میدونم که همیشه برای شما جز دردسر چیز دیگه ای نبودم، ولی مطمئن باشین که باز کردن این رستوران برای شما بهترین کار ممکنه بوده. منم با سحر موافقم. باز کردن این رستوران جز دردسر برای ما هیچ چی دیگه نداشته. منم دلم برای همین دردسر رو تنگ میشه. بی خود روحیتون رو کسل نکنید. فعلا تنها چیزی که برای من مهمه روح آقا بزرگه که باید از زیر دین در بیاد. فکر کنم شما هم باید اینطوری فکر کنید. شاد کردن روح یک انسان فکر نکنم اینقدر غم انگیز باشه. اخماتونو باز کنید. رستوران خانه. الو. سلام آقای احمدی. سلام. بله. آها، شما کی میان آقا؟ من تو راه هم دارم میام. نه سریعتر بیاین. بله همین الان اومدن. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. خوب هستی؟ خیلی خوش آمدید. بفرما شام. نه آقای درخشان، من که برای خوردن شام نیومدم. اگه لطف کنید قلامه رو زودتر بنویسین. جای هیچ گونه نگران نیست آقای فرسی، من شما رو درک میکنم. اتفاقا به همین دلیل شما رو دعوت کردم که ضمن اینکه شام در خدمتتون باشم، قرار انتقال سندم بذاریم. خب این قرار تلفنی هم میتونستیم بذاریم. ببخشینا، منظور آقا جون این بوده که فقط ازتون حلالیت بطلبه، فقط همین. من خودم ختم روزگارم آقا پسر، سند که منتقل شد خودم حلالش میکنم. در ضمن از من توقعی هیچی نداشته باشی. کارا چیه؟ خیال کردی من حالو هم؟ چرا امید این کاری کردی؟ ببخشید. دباسه همینه که به شما اطمینان ندارم. تو از همین لحظه اخراجی، فهمیدی؟ اخراج. خیلی خوب. در ضمن من همین الان مدارک رستوران رو میخوام. آخه نمیشه، قربونت برم. برو بیار، یه قولنومه مینویسیم و امضا میکنیم تموم شه میره. باش، چاره چیه؟ هرچی شما بگید. چشم، بفرمایید. من میگم رستورانی که اینقدر براش زحمت کشیدیم چرا باید مفت و مجانی بدیم بره آخه؟ تو کاری به این کارا نداشته باش بابا جون، این رستوران مال منه، اختیارش هم با منه. آرزو ببخشید. تو دخالت نکن. میشه یک دقیقه صبر کنی؟ تو دخالت نکن. خواهش میکنم. میگم حرف نزن. قولنامه حاضر آقای درخشان. چشم. اینجا رو امضا کن. اینجا رو. ببخشید. امضا کنین دیگه. باشه، ولی این کارا چیه بچه؟ آرزا شما نزدیک حرف بزنم. احمدی دهنه بزن. من تو رو یه عرض کوچیک دارم. تو قصه شناسنامه شما کو؟ شناسنامه من به بچه کی شناسنامه نیچون نمیدم. بکن اون بچه رو. شما دخالت نکن. تو دخالت نکن احمدی. به تو هیچ ربطی نداره. خیلی هم ربط داره. شما اسمتون چیه؟ من امیر فرشچی،
نوه پسری مرحوم محمود فرشی هم. گفتم تو دخالت نکن. تو ساکت باش آقا رضا. از جناب عالی نوه پسری آقا محمودی. البته. پس میشه بپرسم این آقا کی هستن؟ بفرمایید. سلام، من امیر فرشی هستم. پس این کیه؟ ایشون خسرو، شاگرد رستوران آقای فرشی. روزی که من و سهیل رفتیم به رستوران آقای فرشی خودشون تشریف نداشتن و این آقا خسرو خودش آقای فرشی جا زد و ما ماجرا رو برای ایشون تعریف کردیم. ظاهرن ایشون نهایت سوء استفاده رو کردن از این قضیه. آقای درخشان، من از وضعیتی که به وجود اومده واقعا متاسفم. مقصر اصلی خودم رو میدونم. من با آقای فرشی صحبت کردم. ایشون معتقدن که دینی که پدر بزرگ شما نسبت به پدر بزرگ ایشون داشته خسارت زیادی به ایشون وارد کرده، ولی در حال حاضر ایشون هیچ کینه ای از شما به دل ندارن و قضیه رو مربوط به گذشته میدونن و فکر میکنم همینطور که به من گفتن شما رو بخشیدن. یعنی شما من و خانوادم رو حلال میکنید؟ بله. متاسفم شما اخراج شدی. عجب آدم شریفی بود این آقای فرشی. بله. چطور مگه؟ اصلا وقتی بحث پولو پیش کشیدم ناراحت شد، حلال کرد. خب تکلیف اون شالاتانه چی شد؟ هیچی، پلیس اومد بردش. نه بابا. ببینم، مگر شما نرفتید در رستوران؟ چرا؟ رفتیم، اما رسیدیم اونجا رستوران در حال تعمیر بود. این آقای فرشی قلابی هم اونجا بود. آره، همونی که میخواست رستوران ما رو بالا بکشه. شانس آوردیم که با این آقای فرشی روبرو شدیم. من اینکه خیلی آدم با انصافیه واقعا. بله، با انصاف. البته باور کنین از همون روز اولم به من الهام شد که ایشون آدم بزرگواری هستن. به هر حال خطر خیلی بزرگی از بغل گوشمون رد شد. بله. به شرطی که این آقای احمدی لطف کنن دیگه خواب ماب نبینن. چشم. اصلا من از امشب نمیخوابم که خواب نبینم به جان این.